اینجا در مورد آپلود کردن فایل داخل PHP میخوایم صحبت بکنیم. میخوایم قبل از اینکه شروع کنیم به ساختن پوشهی بپردازیم که میخوایم فایل رو توش آپلود بکنیم، بعد به چند تا مطلب من اشاره بکنم که از پایه بعد اینا رو شما درست بکنید. بعد چیکار بکنید؟ باید یادتون باشه که PHP INIتون رو تنظیم بکنید که تمام اینا درست بشه. برفرض شما الان مثلا من توی لندن هستم، مثلا شما میخواید از تهران فایل آپلود بکنید به لندن، بعد این چیزها رو در نظر بگیرید که چجوری آپلود بکنید به ریموت وب سرورتون. وقتی که تونستید این کار انجام بدید، اون موقع میتونید از هر جای دنیا تونستید داخل PHP فایل آپلود بکنید. برای این منظور ما باید کدوم فایل چیز بزنیم، دسترسی داشته باشیم و عوضش بکنیم. فایل خیلی مهمی هست به نام php.ini که من از اولم به شما گفتم که حالا ممکنه خیلیاتون دست نزنید اون تنظیماتشو، that's okay، مهم نیست، هر چیزی میتونه تنظیمات قراردادی خودشو داشته باشه، مهم نیست، ولی باید بدونید که چجوری میتونید تغییرش بدید. حداقل شما این مطلب رو در نظر میگیرید که تغییر دادن اینجور فایل ها میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که آیا مثلا میخواید چه وبسایتی رو درست بکنید، سرورتون چقدر مقدار فایل رو میتونه بگیره. مثلا شما برفرض توی یوتیوب میخواید ویدیو دانلود بکنید، ویدیو مثلا از 100 مگابایت به بالا ویدیو مثلا قبول نمیکنه از کاربرای معمولی، کاربرایی که مثلا بیشتر از 500 مگابایت یا آبرو رپوتیشن داشته باشن، که میشه مثلا آبروی خوب داشته باشن، میتونه مثلا ویدیو دانلود ویدیو آپلود بکنن مثلا از 15 دقیقه بیشتر، حتی به یه ساعت دو ساعت. خب کدوم مقدارا رو باید داخل php.ini تنظیم بکنیم؟ اولین مقداری که باید تنظیم بکنیم به اسم فایل آندرسکور آپلود هست. خب این قراردادی آن هستش یا ترو هست یا ولیو یک داخلش داده شده. خب این معنیش اینه که شما میتونید فایل آپلود بکنید. اگر PHP فایل آپلودز شما آف باشه نمیتونید. شما حالا ممکنه یه همه کد نوشته باشید و با خودتون میگید که من که همه کدام درسته، چه این کار نمیکنه، و خب میفهمید که داخل PHP آینایتون فایل آپلودزتون کار نمیکنه. پس این رو باید روی آن بذارید. دومین چیزی که میخواستم به شما بگم آپلود آندرسکور تمپ آندرسکور دی‌آی‌آر هست که هر فایلی که شما آپلود میکنید یه پوشه مخصوصی به نام temporary یا TMP بهش چی شده؟ allocate داده شده یا بهش تخصص داده شده که by default null هست، بعد null باشه یعنی هیچی باشه، یعنی systems DIY یعنی میره از داخل الان سیستمتون یا operating سیستمتون ویندوز هست یا مک میره از اون استفاده میکنه، و داخل TMP یه پوشه دارید حالا هم توی ویندوز هم توی مک به اسم TMP که میره اونجا تمام کاراتون انجام میده. مطلب بعدی حالا پست مکس سایز هستش که شما میتونید تغییر بدید که مثلا حالا 8 مگابایت میتونه باشه یا کمتر یا بیشتر. آپلود مکس فایل سایز هست که من قراردادی نگاه کردم 2 مگابایت بود، اونجوری که من کدامو نوشتم، اونجوری که من عکس تونستم آپلود بکنم 2 مگابایت بود، برای اینکه دیتابیس شما شلوغ نشه خود PHP قراردادی گذاشته رو 2 مگابایت. میتونید تغییرش بدید، میتونید مثلا به کاربرتون بگید 4 مگابایت، ولی من از پیشنهاد من از مثلا 5 مگابایت به بیشتر نرید یا 6 مگابایت به بیشتر نرید که دیتابیستون شلوغ نشه و داغون نشه. همین 2 مگابایت هم واسه یه عکسای خیلی معمولی واسه داخل چیز خیلی کار میکنه، داخل HTML. پس اینا رو هم میتونید تغییر بدید. و مکس اکزیکیوشن تایم که 30 ثانیه هست، مثلا اگه 30 ثانیه تونستید طول بیشتر طول کشید، خب PHP چی کار میکنه؟ میگه من نمیتونم اینا آپلود بکنم. این هم میتونید تغییر بدید. و دوتای آخر هم که مکس اینپوت تایم هست که منفی 1 هست، که نو لیمیت یعنی هیچ محدودیتی نداره، و مموری لیمیت یعنی چقدر میتونید مموری بهش تخصص بدید، که حالا 128 مگابایت دیفولت مموری ها. یه موقع شما میگید که من دلم خواد بیشتر از 128 مگابایت مموری بهش تخصص داده بشه، خب اون بستگی به خودت داره که دوست دارید چی باشه، ولی بدونید که اینها رو شما میتونید تغییر بدید. حالا ما اگر برگردیم به php.ini با هم دیگه نگاه بکنیم، اینجا نگاه بکنید، من اولین چیزی که من
underscore f رو میزنم دنبال file underscore uploads، میبینید by default این turn on هست، پس اینو ما اول چک ما کردیم. میتونید دونه دونه ما بریم اینا رو چیکار بکنیم، چک بکنیم. upload underscore tmp dir، میبینید no value، no value هم dir هستش که اگر value بدید داخل یه پوشه که شما دلتون میخواد چیز میکنه، ذخیره میکنه، وگرنه یه جای دیگه نگاه بکنید. مکس آپلود مکس فایل ساز هم درست بالا بالا سرش هست که 2 مگابایت میتونید تغییر بدید. چیزی دیگه دنبالش بخواستیم بگردیم به نام پست اندرسکور مکس سایز هست که میبینید 8 مگابایت اینجا دونه دونه میتونید چک بکنید. دوباره دنبال مکس execution time میبینید 30 ثانیه، این به ثانیه هست، 30 ثانیه هست. و max input time هم داریم، max input time میبینید 60. حالا max input time -1، حالا 60 میتونید باشه، میتونه -1، هر کدوم که میتونید مثلا لیمیت نذارید واسش، مثلا بذارید -1 لیمیت نداشته باشه. و memory limit هم memory limit 256 من اینجا برام تحقیق ساده، ولی 128 دیفولتش هست، من اینو تغییر دادم باشم روی 256. این کار رو میتونه انجام بده. خب حالا قبل از اینکه ما درایو کنیم روی PHP کد و شروع کنیم این فایل رو اپلای بکنیم و بعد روی سایتمون بذاریم، اول شروع میکنیم یاد میگیریم و بعد چیکار میکنیم اپلایش بکنیم، برمیگردیم اینجا داخل اینجا یه فایلی من میسازم، یه پوشه‌ای رو من میسازم به نام uploads. خب پوشه که ساختم به نام uploads، اگر ما بریم داخل این چیزمون ترمینالمون یا کامند لاینمون، میخوام ببینم که کی داره چیکار میکنه، من چیکارم. خب اینجا نگاه بکنید، اگر من بزنم cd dash users dash و بعد سایتس نگاه بکنید، میریم اینجا الان بزنم ls dash la. خب نگاه بکنید اگر uploads رو نگاه بکنید میبینید که الان اونرش منم، بعد اونرش رو بذاریم یا سرور یا حالا میتونید همه کس. من اگر بخوام بذارم سرور میدید که میزنید مینویسم sudo chown یا chown، اسم سرورتون که مال من www هست، بهتون گفتم چجوری پیدا بکنید. uploads یه بک سلش میذاریم اینجا عوض میشه، یه پسوردم میگم پسورد اینه عزیز دلم، و بعد اینجا نگاه بکنید عوض شده، گذاشته روی www و کاملا عوض کرده. خب یه دستور دیگه بود به نام sudo chmod و بعد 777. آیدیای خوبی نیست اگر شما این رو بنویسید uploads، اگر این رو بنویسید این چیکار میکنه؟ ورم داره همه رو، هر کسی میتونه توش هر چی خواست بنویسه، چیز خوبی نیست نگاه بکنید، ولی خب آیدیا رو دارید دیگه، میدونید که چیکار. حالا ما گذاشتیم همه بنویسن که حالا چون ما توی لوکال هاست هستیم.